من این تیتریست که توی یکی از روزنامه ها دیدم هنوزم باورم نمیشه که تیمی مخصوصا ببازه به خاطر اینکه بره به مکه، ولی ظاهرا این موضوع گفته شده. اما آقای کارشناس در قسمتی که ملاحظه فرمودید گفت استحقاق شکست رو استقلال نداشت و خیلی خوب بازی کرد. از اون بر گفت حالا که باخت تقصیر مرفاویه، تفلک مرفاوی. بالاخره ما نفهمیدیم اگه یه تیمی استحقاق شکست نداشته، خب این رو مربیش ایجاد کرده، پس چجوریست که همون مربی رو بعد مسئول باخت میدونی؟ بعد اینکه چقدر سبک با مرفاوی صحبت میشه. من نمیدونم شما میتونید با علی دایی هم اینجوری صحبت کنید؟ مثلا اگه باخت بگید که سرمربی پرسپولیس باعث این باخت شد، یا چون مرفاوی مظلومه اینجوری باش صحبت میکنید؟ همه میگن AFC به ما ظلم میکنه. آبا چه ظلمی میکنه؟ هفته پیشم شما میگفتید اگر نمیدونم تیم قطری با عربستانی اگر با جوان مردانه بازی کنن مس میاد بالا، که جوان مردانه هم بازی کردن. بعد میگویند که AFC به این خاطر به ما ظلم میکنه که ما مدیریت فوتبالمون بده. این آقای کفاشیان یا آقای قطبی که دو سه سالی بیشتر نیست آمدن، مدیریت این فوتبال سالهای سال که دست شماست، شما که هیچ رقیب دیگه‌ای هم در کار کارشناسی ندارید، یعنی هیچ که نه چند نفر دیگه هم دارید، شما که در تیم سپاهان مسئولید، کارشناس دیگه که در تیم استقلال مسئوله، این مدیریت فوتبال سالهای ساله که در اختیار شماست. کارشناس داوری هم از اون ور باز میگه این داور ژاپنی چون پلک میزد به نفع استقلال نمیگرفت. اولا که چگونه انسان اینجوری به این راحتی کارشناس داوری میشه؟ در ثانیه داور رو به این راحتی شما متهم میکنی که جانبدارانه عمل میکنه. این داور زمانی که عرب‌ها یک گل جلو بودن پنالتی برای استقلال گرفت، اخطار داد به اون بازیکن، میتونست با پنالتی رو نگیره اگر میخواست جانبدارانه عمل بکنه. کسی دیگری که به عنوان کارشناس نمیاد، کارشناس داوری که همین یکی دو نفره. واقعا آقای کارشناس فوتبال، شما فکر میکنید که از عزیزی و خاکپور و عابدزاده و اینها برتر هستی؟ آخه کارشناس فوتبال یا کارشناس داوری بالاخره باید یه بازی ملی داشته باشه که نداره. یک تیم باشگاهی رو به یه مقام قهرمانی رسونده باشه که نرسونده. چهار تا بازی بزرگ رو باید داوری کرده باشه که نکردید. کارشناس هم هستید و همه مدیریت هم دستتونه. اما این تیم فوتبال استقلال به نظر من شاید اولا خیلی استقلال خوب بازی کرد و تعویض‌ها را قطعا مرفاوی که به این تیم نزدیک هست میداند که چه میکند. حالا اگر نتیجه نداد دیگه نبود. شما نمیتونید بگید که مجتبی جباری بازی کنه بدیه که گزارشگر هی میگه تمام توپا رو لو داد. جباری یکی از تکنیکی ترین بازیکنان ما هست. بعدم وقتی مسئله حل شد دیگه آسون اظهار نظر در موردش کردن. تمرکز چرا تیم نداشت؟ حالا کاپیتان و مربی این تیم چند روز قبل به هم فحاشی میکنن، بعد یه جلسه میارن و سر و تهش رو هم میارن. دوستان این نکته، این مسئله بزرگی بوده که اتفاق افتاده. حداقل باید یا هر دوی این نفرات یا حداقل باز کاپیتان تیم از چند تا بازی محروم میشد.
مگه میشه اون حرکات رو در جلوی چشم تماشاچیان و چشم دوربین های تلویزیونی کرد و تأثیری نداشته باشه؟ از اون طرف بازیکن گل میزنه، گل پنالتی، بازی رو به 1-1 میکشونه، بعد پیراهنش رو بالا میزنه و از شعائر مذهبی مورد احترام مردم روی پیراهنش نشون میده. آقا غلط، بذار بازی رو ببری. آخه این شعائر ارزش‌های بالایی دارن. تو یک گل زدی، فکر میکنی چه کردی؟ هنوز بازی تمام نشده. بذار اقلن بازی رو ببری، بذار کاپ ببری، بذار قهرمان آسیا بشی، بعد این کار رو بکنی. یک دفعه پیرهن تو میزنی بالا، شعائر مذهبی رو نشون میدی و بعد دست آخر بازی رو هم میبازی. یا روی گل دوم سجده میکنی. آیا شما همه هر وقت گل میزنید این کار انجام میدید؟ مگه هفته قبلش آقای مجیدی گل نزد و پیرنش رو در آورد و دوی طرف تماشاچی ها؟ این شعائر بذارید احترامش حفظ بشه، به خاطر اینکه حالا فلان بنیاد به شما یک بلیت سفر به زیارتگاه های سوریه بده که قبلا این کار کرده نکنید. یا حداقل بذارید بازی رو ببرید. آخه هی هم میبازی و بعدم میگید ظلم شد. عزیز من، شما باید جنبه باخت داشته باشید. اتفاقا آقای قطبی تو مصاحبه که کرده، یکی از حرفای درستی که زده اینه که جنبه باخت ما نداریم. جنبه باخت پیدا بکنیم. باختم جزء بازیه. اینقدر همه رو مقصر ندونیم و فکر کنیم همه دارن توطئه میکنن که تیم ما ببازه. اینطور نیست. و از اون طرف تمرین کنید. متاسفانه بازین هم که زیاد میبازید، اقلا تمرین بکنید که چه موقع پیرهنتون رو در بیارید، چه موقعی خدمتون عرض کنم سجده کنید و همه چیز رو که مردم بهش اعتقاد دارن رو اینجوری به بازی نگیرید.